درود بر بینندگان نازنین تلویزیون میهن، با بهترین آرزوها برای شما عزیزان که همکنون بیننده برنامه ما هستید. پری عسکری هستم با اجرای 15 برنامه از سری برنامه های حقایقی از ایران. برنامه حقایقی از ایران هفته هاست که اپوزیسیون را هدف برنامه خودش قرار داده است و سعی برنامه این است که اپوزیسیون جمهوری اسلامی را نه از زاویه اختلافات بلکه از زاویه اشتراکات آن مورد بررسی قرار دهد و برای همگرایی و ائتلاف اپوزیسیون و پتانسیل های پراکنده اما ایرانگرا و ایران دوست تلاش کند. در برنامه این هفته به اهداف و مواضع جبهه ملی خارج از ایران و همچنین مواضع گروه کوشندگان خواهیم پرداخت. میهمانان گرامی این برنامه آقایان پرویز زرقامی، فعال سیاسی و بنیانگذار گروه کوشندگان، به اتفاق البته دوستان دیگر ایشان از آلمان هستند، و دکتر همایون مهمنش، عضو هیئت اجرایی سازمانهای جبهه ملی در خارج از ایران و عضو شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران از آلمان می باشد. با درود به یکایک شما عزیزان که دعوت ما رو پذیرفتید، اولین سوالم را با آقای زرقامی شروع می کنم. جناب زرقامی، برای ما بفرمایید که گروه کوشندگان با چه نیتی شروع شد، از کی شروع شد و در واقع مواضع این گروه چه می باشد؟ خواهش میکنم بفرمایید. با سلام خدمت همگی دوستان و با تشکر از شما که دعوت کردید ما رو، امیدوارم که برنامه سازنده باشه برای دوستان و ایرانیان که ببینیم مسائلی از مسائل کلی جامعه خودمون خارج از کشور رو حل بکنیم تا حدود اونجایی که میتونیم. عرض کنم جریان کوشندگان اصولا با عده‌ای از ایرانیان خارج از کشور از طیف‌های مختلف فکری هستیم که این کوشندگان، این جریان کوشندگان رو به وجود آوردیم. در ما از لیبرال هست، کمونیست هست، سوسیالیست هست، ملی‌گرا هست، تمام افرادی که از طیف‌های فکری مختلف این جامعه هستن درون ما وجود داره. ما اصولا سه اصل رو گذاشتیم که بر پایه این، بدون در نظر، بدون این که بریم توی جزئیات اینی که من و دوست من و دیگری در مورد فردای ایران چه نظری دارند و در فردای ایران چه امید داره که چه سیستمی، چه نوع حکومتی، آیا حتی سلطنت یا جمهوری، مشروطه یا جمهوری، و و و ما اعتقاد به این داریم که بر مبنای سه اصل ما با هم متحد شدیم. یکی این که ما همه خواستار نفی کامل جمهوری اسلامی هستیم و معتقدیم اصلاح پذیری جمهوری اسلامی در این 38 سال نشون داده شده که حرف پوچیست. دومین مسئله ما اینه که ما معتقد به دموکراسی هستیم و اعتقاد به اعلامیه جهانی حقوق بشر. این هم خیلی مشخصه، نه من اون رو تدوین کردم، نه این فرد یا اون فرد، بلکه یک چیزیست که جامعه جهانی، اون قشت، اون طیفی که خودش رو دموکرات میدونه، این رو به قبول کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در سازمان ملل متحد است. دیگه من نمیتونم بگم دموکراسی از نوع من، مثل جمهوری اسلامی که میگه دموکراسی اسلامی. بس بومین اصل ما هم اینه که ما همه ایرانی هستیم، پس برای یک جا مبارزه میکنیم، یک منطقه جغرافیایی به نام ایران، و خواستار حفظ تمامیت ارضی یا جغرافیایی ایران هست.
این سه اصل ما رو با هم متحد کرده. دیگر مسائلی که ما اگر فرد هست، اگر دو تا سه تا پنج تا انسان هست که به گروهی داره، یک تشکلی برای خودش داره، اینها این حق رو به هم داده ایم که نظرات دیگر شما همه محترم است، از چپش تا راستترینش مشروط به این که به این سه اصل پای بند باشه، و این نظرات دیگر رو ما بین خودمون بحث و گفتگو میگذاریم، ولی اصل جا در ایران است و در حضور ملت ایران که بعد از فروپاشی ایران هر کس و هر طیف و هر سازمان و تشکل این حق رو داره که در کمان آزادی درون ایران فردا بتونه نظرات خودش رو ارائه بده و از صاحبان ایران که همون مردم ایران هستن بخواد که در یک انتخابات دموکراتیک رأی به این به اون نظر و به بنده یا دیگری یا هر حزبی هر تشکلی رأی بده که چگونه باید جامعه به مدار خودش بچرخه. نتیجتا ما دو سال الان تشکیل در این دو سال ما از هم جدا نشدیم، انشاب نکردیم، اگر اختلافاتی داریم رو درون خودمون به بحث و گفتگو میذاریم، به صورت دموکراتیک حل میکنیم، و یکی از قرارهای ما اینه که بر روی توافقات خودمون پایبند باشیم و به اون بنگریم و نه بر روی اختلافات خودمون. عرض کردم اختلافات رو به بحث میذاریم، ولی نکات مشترک خودمون رو پایبند برش هستیم و روش میستیم. محافل محفلی که بین شما هست یک محفل دوستانه است، آیا به اصطلاح ما به ازای بیرونی هم داره، یا اینکه شما فقط بین خودتان به هر حال جلساتی دارید؟ این جلسات شما به چه صورت؟ حضوری، اسکایپی؟ بفرمایید. خواهش. ما جلسات حضوری با هم داریم، جلسات اسکایپی تقریبا هر دو سه روز یک بار، هر هفته مشخصا یک جلسه مشخص همیشگی داریم، و این جریان نه درونی نیست. ما هر کدوم از ما دوستانی داریم، هر کدوم از ما طرفدارانی تفکر ما داره که اونها هم درش هستن، منتها این نیست که ما همه جمع بشیم در یک جلسه نمایندگان هر طیف تفکری. برای مثال عرض میکنم خدمتتون، درون ما حتی پانیرانیست هم هست، درون ما افرادی هستن که کمونیستن و دوستان کمونیست خودشون رو دارن. نماینده اونها، نماینده‌ای که تعیین شده یا فردی که خودش رو نماینده اونها میدونه با ماست، با هم هستیم، صحبت‌های بر مبنای اون چیزی که با هم متحد شدیم. ما دخالت در این که شما چه نوع سیستم اقتصادی فردا در ایران میخواید یا امروز چه چیزی رو میخواید تبلیغ بکنید، چه مسائلی رو میخواید در سایت‌های خودتون بگذارید، اون رو قبول کردیم که به این جمع مربوط نیست. آن چیزی که به این جمع مربوطه این سه اصل هست و پایبندی به این سه اصل. جناب زرقامی، بیاییم و دوباره از شما میپرسیم. جناب مهمنش، نخست خلاصه ای از مواضع جبهه ملی خارج از ایران را شرح بدید و بگید که پیوند جبهه ملی با جبهه ملی در ایران به چه صورت هست؟ بفرمایید. خیلی متشکرم. سلام خدمت شما و بینندگان و آقای زرقامی. واقعیت اینه که جبهه ملی ایران یک تشکلی بوده که 68 سال پیش به وجود اومده برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران که و استقلال ایران، و در از این مدت مبارزه کرده. یه سازمانی بوده که چند بار در حکومت بوده، یکی در زمان خود دکتر مصدق، یکی در زمان دکتر بختیار، یکی حتی اگه آقای بازرگان رو حساب کنیم به عنوان یکی از افراد ملی، شاخص ملی،
ایشون هم به هر حال یه مدتی به اصطلاح نخست وزیر بودن و سابقه ای داره که فکر میکنم که برای مردم ایران شناخته شده است در درستکاری، در دفاع از حقوق و آزادی های مردم ایران در تمام مدت. در جبهه ملی ایران الان در ایران فعالیت سعی میکنن بکنن، منتها اینجوری که الان شرایط هست متاسفانه در بعضی مواقع هم قادر نیستن جلساتشون رو تشکیل بدن، ولی در خارج از کشور ما که همسو با اونها مبارزه میکنیم، سازمان مستقلی هستیم از اونها، ولی کن داریم میتونیم جلساتی تشکیل بدیم، فعالیت کنیم، نظر بدیم، اعلامیه بدیم و غیره. اونا هم اعلامیه میتونن بدن ولی جلسه و فعالیت علنی در محافل مختلف نمیتونن داشته باشن. این شمه از فعالیت جبهه ملی ایران، یعنی جبهه ملی یکی از قدیمی ترین سازمان هایی که برای آزادی و دموکراسی مردم ایران، آزادی و دموکراسی در ایران و حقوق و آزادی های مردم ایران مبارزه کرده و میکنه. آیا به اصطلاح موازی که شما در خارج از ایران می نویسید یا بیانیه می دید دقیقا همون را در ایران اجرا می کنند یا اینکه نه شما کار خودتون می کنید و اونهایی که در ایران هستن با ملاحظات خاص ایران کار انجام می دن؟ مسلما اونا باید ملاحظات خاص ایران رو رعایت بکنن. ما در خارج از کشور این محدودیت ها رو نداریم و میتونیم صحبت هایی که داریم بگیم و روشن‌تر صحبت کنیم. اینه که به هیچ وجه اینجا محدودیتی از نظر ابراز نظر و خواسته هامون وجود نداره. مسئله اگر اجازه بدین بپردازم به مسئله اپوزیسیون و اتحاد اپوزیسیون. خواهش میکنم ازتون میپرسم. خواهش میکنم به خاطر اینکه بیننده ها اول به هر حال بفهمن که شما چه سازمانی هستید، چه کار میکنید در و یه شناختی در واقع شناخت اولیه رو داشته باشن تا بریم سر اصل موضوع. آلترناتیو شما برای به اصطلاح استارت چیزی که شما میخواید، آلترناتیو شما برای عبور از جمهوری اسلامی چیست؟ آلترناتیو ما یک حکومت ملیه که متعلق به همه مردم ایرانه، باشه، تمام مردم ایران رو در مقابل قانون مساوی بدونه و هیچ تفاوتی بین افراد قائل نباشه، چه از نظر دین چه از نظر نظرات دیگه، و همه مردم ایران که شناسنامه ایرانی دارن رو با یک چشم نگاه بکنه، آزادی باشه در ایران، دموکراسی باشه، حقوق مردم رعایت بشه، حقوق بشر رعایت بشه و دین از حکومت جدا باشه. و همچنین مسئله کوشش ما برای حفظ تمامیت ارضیه و ما معتقدیم که اگر که کشورمون از نظر تمامیت ارضی صدمه ببینه یا کسی بخواد به اون تعرضی بکنه، باید همه ملت در مقابل اون ایستادگی بکنه. جناب زرقامی، آلترناتیو شما چیه برای عبور از جمهوری اسلامی؟ بله، من سوال قبلی شما که سوالی فرمودید اینو من خواستم تکمیل بکنم. ببینید در این کوشندگان خود من عضو اتحاد عشایر اقوام جنوب هستم و این تشکلم 20 سال وجود داره در دوران زمان زندیات بختیار موقعی که ما در خدمتشون بودیم. من اونجا به عنوان نماینده اتحاد عشایر اقوام جنوب ایران اونجا خدمت ایشون بودم و ایشونم گفته بودم که ما عضو این تشکیلات هستیم و در ایران هم طایفه و افراد این عشایر و اقوام مختلفی هستن که ما با هم به خاطر از نظر سنتی با هم در رابطه هستیم.
اینه که خدمتون عرض میکنم من در کوچنگان نماینده اتحاد اشاعره اقوام جنوبم، دیگران هم هر کدوم نماینده دو نفر یا سه نفر یا ده نفر تشکل ها و یا بعضی هم فرق، پس این برای ما فرق نمیکنه. که اینی که فرمودید ما آینده ایران رو چگونه میبینیم، ما ایران رو یک کشور، یک مجموعه میدونیم از اقوام مختلف. ما از مردمان صحبت میکنیم به خاطر که بعضی ها میگن خلق، بعضی ها میگن ملل، بعضی ها میگن ملت، بعضی ها میگن ملیت. ما برای که مسئله رو حاد نکنیم بین این آقایان و این دوستان، میگیم که آقا قبول دارید که ما مردمان مختلفی هستیم که تشکیل این رنگین کمان ایران رو تشکیل دادیم، از بلوچ هست، از کرد هست، از آذری هست، از یزدی هست، از اصفهانی هست، از فارس هست، کرمانی هست. اینها مردمان مختلفی هستن که هر کدوم با وجودی که فرهنگ‌های خاص خودشون دارن، این کل مجموعه فرهنگ های این خاک بسیار فرهنگ های در هم تنیده ای دارد. پس ایران رنگین کمانی از اقوام یا مردمان مختلفه. در ایران فردا باید حقوق تمام این مردمان به طور کامل و یکسان رعایت بشه. یعنی این مردمان هستن که باید نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن، این مردمان هستن که باید درون مناطق خودشون با این اصل که تمامیت ارضی ایران باید حفظ بشود حق دارند که شهردار خودشون، فرماندار خودشون، رئیس پلیس خودشون و و و رو داشته باشند. و اینها هستن که نماینده میفرستن در مجلس ملی ایران و اون نمایندگان کار دولت که حکومت انجام میدن. ما معتقدیم که راه در این است که یک اپوزیسیون متشکل حول حد اقل ها که عرض کردم همین سه مسئله است: یک، نفی کامل جمهوری اسلامی، دموکراسی، حفظ تمامیت ارضی ایران، باید تشکیل بشه. این اپوزیسیون باید بتونه درون ایران چنان نفوذ بکنه. یعنی این اپوزیسیون مسئله این نیست که خارج از ایرانه یا درون ایرانه، این یک مجموعه است، یک حرکتی است که دو سو داره، هم خارج و هم داخل. اینا باید با هم بتونن متحد بشن. به خاطر وجود دیکتاتوری درون ایران بسیار سخته که یک تشکلی رو وجود بیاد، ولی این سر این تشکل مجبوره که یک جای باشه که در امان باشه از دسترس دشخیمان جمهوری اسلامی. حالا این کجای دنیا میتونه باشه؟ اون ما نمیدونیم، ولی این سر باید با بدنه که ایرانه هماهنگ بشه. نیروی اصلی بدنه است درون ایرانه، عمل کننده درون ایرانه، ولی سازمانده چگونه با هم متشکل بشیم و چگونه با هم حرکت بکنیم مجبور جایی باشه که در دسترس جمهوری اسلامی نباشه. امیدوارم در ایران به وجود بیاد یک جایی باشه که جمهوری اسلامی نتونه، تا حالا که نتونست. در هر صورت ما معتقدیم این اپوزیسیون باید به اندازه قدرتمند بشه که بتونه به همت ملت ایران جمهوری ایران، جمهوری اسلامی را سرنگون بکنه. حکومت موقتی باید تشکیل بشه. این حکومت موقت با وظیفه گذار از این تاریخ به حساب گذار رو داره و لاغی برای امنیت، برای رتق و فتق امور و برای برقراری شرایطی که جامعه ایران، روشن فکران ایرانی بتونن سازمانها، گروهها، احزاب، هرچی هستن، آزادانه درون جامعه بتونن صحبت بکنن، بتونن نظر بدن، بتونن با مردم رابطه داشته باشن. و بعد تشکیل مجلس مؤسسانی باید بعد از این زمان
به وجود بیاد به وسیله رأی مردم و اون مجلس مؤسسان بنشینه و قانون اساسی آینده ایران رو تدوین بکنه و بعد از اون هم انتخابات برای تشکیل دولتی که مردم انتخاب میکنن برای آینده خودشون. این ببخشید میام و این سوال از شما دوباره میپرسم، ولی از جامعه گفتید، جامعه الان بخشی از جامعه در واقع نقش مخالف در حکومت ایران بازی میکنن، حالا در طیفای مختلف و میان در واقع پوزیسیونن، اپوزیسیون نیستن، میان مخالفت هایی میکنن، حتی به خاطر مخالفتاشون به زندان میفتن، دستگیر میشن، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، ولی سر به زنگا میبینیم که حتی اونایی هم که تو زندانن میرن و رأی به جمهوری اسلامی میدن و تو انتخاباتشان شرکت میکنن. اپوزیسیون مستقل و اپوزیسیون در واقع اپوزیسیون که حقیقتا اپوزیسیونه باید چطوری نقش این افراد در واقع چگونه ببینه و چگونه راهش مجزا کنه و به مردمی که شاید ندانن این مسئله رو از هم تمیز بدن که کی پوزیسیونه، کی اپوزیسیونه، کی واقعیه، باید چی کار کنن؟ لطفاً یه مقدار کوتاه ولی بفرم. ببینید دوست عزیز، توجه بکنید که مردمی که درون ایران هم و مبارزه میکنن به زندان میرن و اونجا در زندان شکنجه هم میبینن، چرا بعد از مدتی میان رأی میرن مثلا در انتخابات مجلس رئیس جمهوری شرکت میکنن یا هر انتخابات دیگه؟ این رو از ما بپرسید، از مایی که خودمون رو اینجا به عنوان مخالفین جمهوری اسلامی میدونیم و حتی حاضر نشدیم 10 تا یا 20 تامون با هم متحد بشیم حول یک محوری با هم دیگه بشیم صحبت بکنیم، دست اتحاد بدیم. آخه اون درون کشور بیچاره‌ای که میبینه که هیچ امیدی به هیچ چیز نیست، دیگرونی که در خارجن از تیررس جمهوری اسلامی دور هستن، به جمهوری اسلامی دستش به اونا نمیرسه، نمیتونن بنشینن با هم متحد بشن. اون بیچاره‌ای که از خودش گذاشته و به زندان افتاده، شکنجه دیده، خب مسلما منم بودم ناامید می شدم. آخه تا چه 38 سال جامعه ایران نشسته که روشن فکرانش که به خارج رفتن، حالا یا فرار کردن یا آزاد آمدن به هر طریقی، که همه تو صحبت از دموکراسی، صحبت از آزادی، صحبت از منش انسانی میکنن، با هم نمیتونن بنشینن 4 کلمه حرف بزنن. اون وقت شما میخواید اون کارگر یا اون معلم بیچاره‌ای که این همه رنج داره میکشه در آخر بیا چه بکنه؟ خب میمیده که هیچ چاره‌ای نداره، بره به بد در مقابل بدتر رأی بده. این رو باید یخی بند و امثال آقای میمنش رو باید بگیرید که چرا ملت به این روز افتادن. اتفاقا میخوام برم سراغ آقای میمنش و همین سوال از جناب میمنش بپرسم که این پوزیسیون آیا به قول آقای زرقامی در واقع خاص اپوزیسیونه و ناچار میشه که نقش پوزیسیون بازی کنه، یا نه اینکه واقعا پوزیسیونن از رژیمن و دارن آدرس عوضی به مردم ایران و جامعه ایران میدن؟ بفرمایید لطفا. من فکر میکنم که اتفاقا این برمیگرده به مسئله اتحادم، برمیگرده از نظر سیاسی متاسفانه ما یه مقداری کمبود فرهنگ سیاسی داریم. این باعث شده که شما در ایران الان واقعا نمیدونین که چه افکاری وجود داره. یعنی در گذشته، در زمان دوران گذشته 3 تا خط بود، یکی جبهه ملی بود، یکی حزب توده بود، یکی هم هر کی هم با اینا نبود طرفدار رژیم شاه بود،
تقریبا بقیه رو میشد تقسیم کرد و خیلی ناچیز بودن. این الان و شما میدونستی که حزب توده چی میخواد، شما میدونستین که جبهه ملی چی میخواد. الان به قدری این گروه ها زیاد شدن و تعداد تکثر پیدا کرده زیاد شده که شما براتون خیلی خیلی مشکله ببینین چه گروه های امروز به وجود اومدن و امروز اینا نظراتشون چیه، و به خصوص این که فقط امروز و فردا کافی نیست، شما باید یه گروه رو طی یه پروسه‌ای ببینید که چه فعالیتی میکنه، آیا به اون اصولی که داره وفاداره، اون اصول رو انجام میده اصلا، یا اصلا اسم خودش رو اینجوری گذاشته. ما با این مسئله روبرو هستیم که هی گروه ها به وجود میان اسم خودشون رو میذارن دموکراتیک و فلان اینا، برای اینکه برن مثلا از فلان کشور کمک بگیرن یا یه کار دیگه بکنن اینا. من خوشحالم از موازی که آقای زرقامی مطرح کردن خیلی هاشو، و بعدم میتونیم در موردش صحبت بکنیم. به هر حال این مسئله فکری که پایه همه چیزه، یک مشکل اساسیه تو ایران. شما اگر نگاه کنین به صحبتهایی که گروه های مختلف میکنن، به قدر این صحبتها در همه ناروشنه، بی هدفه، که شما اصلا نمیدونین منظور اینا چیه. حالا آقای زرقامی خیلی نسبتا روشن صحبت کردن، خیلی خوب بود، من خوشحال شدم. در اینکه خب خیلی هم نزدیک بودیم، ما صحبت کردیم، به هر حال در ارتباط بودیم غیر مستقیم، ولی واقعیت اینه که تو ایران الان شما نگاه کنید، گروه های خارج از کشور هستن که این گروه های خارج از کشور تنها کاری که میکنن دنبال روی از مثلا اصلاح طلبان در داخل کشور، نه اینکه اینا نمیدونم آدم رژیم هم. نه اینجوری نیست، ولی اینها متاسفانه فقط یاد گرفتن کارهایی که اصلاح طلبان میکنن اینا اینجا تقویت کنن و بدون دنبال اون برنامه. خب شما با این عده که آیا آلترناتیو ندارن یا اینکه نه تعمدن میخوان در واقع دنبال رو اصلاح طلبا باشن؟ نه مشکل اینجاست، اینه که خیلی از گروه ها اهمیت روشن بودن هدف و مقصد سیاسی خودشون رو نمیدونن. یعنی واقعا من بعضی از دوستان شنیدم، خیلی به من گفتن، بعضی از این دوستان صادقانم گفتن ما اون طرفی میریم که آدم باشه، جمعیت باشه. یعنی نگاه نمی کنن ببینن چه میخوان بکنن، چه برنامه‌ای دارن برای آینده ایران، چه اهدافی رو دنبال میکنن، بلکه میگن ببینیم بریم کجا که بیشتر بتونیم آدم جمع کنیم یا بیشتر طرفدار پیدا بکنیم. اینجوری فکر میکنن، نمیگن چه حرفی درسته بزنیم، بلکه میگن ببینیم چه حرفی بیشتر طرفدار داره. این خیلی خیلی با هم دیگه فرق میکنه. یکی این، دوم این که شما با یک اونایی هم که هدف برای خودشون گذاشتن چند جور چند تا مشکل داریم باهاشون. هدفهایی رو اعلام کردن، یکی اینکه این هدف روشن نیست اصلا. شما مثلا اصلاح طلبان ایران رو نگاه کنید، اصلا اهدافشون در یک حاله از ابهام به طور کلی و خیلی غیر و غیر است. دوم یه عده هستن که اهداف کاملا متضادی رو اعلام میکنن، یعنی خود هدف متضاده. مثلا دموکراسی دینی، خب دموکراسی که دینی نمیشه، توجه میکنید. یه عده هستن مثلا مجاهدین اهداف متحرکی دارن، یعنی امروز یه هدف دیروزشون هدف امروزشون نیست. اینا اول اومدن یه سرجریان اسلامی بودن و غیره و غیره که ما میگفتیم آقا اینا بدتر از جمهوری اسلامی میتونن بشن، بعد یهو شدن طرفدار نمیدونم مصدق و دموکرات و غیره، بعد از اونم یهو شما میبینید که الان متاسفانه میرن با کشورهای خارجی ارتباط برقرار کردن و میخوان از کشورهای خارجی کمک بگیرن و غیره. یعنی یک تغییر مسیر کامل شما در درون اینا میبینید، و شما کدوم با کدوم یکی میخواید همکاری داشته باشید؟ هیچ کدوم نمیتونید. یعنی این هست. تازه اگر مشکل اینجاست که بسیاری هم حتی که میگن دموکراسی، میگن ما طرفدار دموکراسی هستیم، ولی از یه طرف میگن ما بعضی از اینا میگن ما طرفدار رژیم گذشته هستیم. خب اگه تو طرفدار رژیم گذشته ای که دیکتاتوری بود،
چجوری میتونی طرفدار دموکراسی؟ یه عده دیگه میگن آقا ما دموکراسیم از چپ ها، دموکراتیم ولی استالین هم قبول داریم. این نمیشه در تضاده. یه عده دیگه میان میگن بله من طرفدار خمینی هم ولی دموکراتم. خب این هم نمیشه. توجه میکنید؟ یعنی یک بلبشوی فکری الان در جامعه ایران هست که این بلبشوی فکری که پایه تشکل سازمان های سیاسیه، توجه میکنید، این باعث شده که ما امروز با نه تنها فقط با افکار بلکه با رفتارهای متفاوتی هم روبرو هست. یهو میبینید که یه سازمانی که در خارج از کشور میگه من طرفدار نمم آزادی هم و دموکراسی هم و جمهوری هم و فلان اینا، میدوه دنبال اصلاح طلب ها و از اونا فقط دفاع میکنه. کاری که میکنه، مهمترین کاری که میکنه اینه. یا وقتی که صحبت همین سازمان یا یه سازمان دیگه وقتی که میگه من جمهوری خواهم، ولی اولین جایی که مثلا صحبت یه صحبت دیگه میشه اینا میدونن طرف اون. بنابراین این اول از همه مسئله مشکل فکریه. این مشکل فکری، پایه‌های فکری که سیاست رو میسازن، یعنی سیاست منشعب از افکار ماست، از پایه‌های فکری ماست. در واقع هدف باید اول مشخص کرد. دقیقا. وقتی هدف مشخص نباشه، شما وقتی که نمیتونی، شما میخواییم با کی، با چی، سر چی همکاری کنی؟ بعد نه تنها هدف مشخص باشه، بلکه باید شما اطمینان داشته باشین به طرف همکارتون، به متحدتون، که این متحد شما واقعا متحده. یا نه اینکه بیاد امروز به شما بگه من متحد شما، ولی برای هر روز یه چیزای دیگه بگه. مثلا شما، بنده کوششم کردم، نه فکر کنید، بنده الان خدمت شما عرض کنم حداقل، ممکن آقای زرقامی هم بدونن، ولی حداقل 30 ساله بنده دنبال اتحاد اپوزیسیون بودم. یعنی کوشش کردم که این چندین مقاله نوشتم، صحبت کردم غیره، و این کارو کردم شخصا و با دوستان البته. منتها این تجربیات منه که دارم میگم خدمتتون. ما رفتیم حدود 1.5 سال با این گروه، بعضی گروه های چپ، گروه های چپ دموکرات صحبت کردیم، به اصطلاح به توافقنامه هم رسیدیم، یعنی یه چیزی هم تصویب کردیم، الان هست تو اینترنت هم وجود داره. منتها بعد از این مدت یهو اومدن گفتن آقا مسئله دموکراسی رو حل کردیم، مسئله کار و سر، تضاد کار و سرمایه چی میشه؟ یعنی یه چیزی که اصلا تو نمیتونست تو این به اصطلاح اتحاد برای دموکراسی حل بشه، اونو باید هر گروه برای خودش اهداف خودشو دنبال کنه. اینی که نمیتونست ادامه پیدا بکنه. و یا اینکه ما میریم با افراد دیگه میگیم آقا مثلا بیاین فعالیت کنیم، یه 2 روز 3 روز ارتباط برقرار خوبه، ولی بعد از مدتی ارتباط از بین میره و خبری نیست. الان نکته دیگه تشکل‌های سیاسی، ما الان تشکل سیاسی درستی نداریم که هدف و برنامه سیاسی درستی داشته باشه، متشکل نیستن، تعدادش بسیار زیاد شده و اینا رو گیر آوردن، یکی یکی باشون صحبت کردن خیلی خیلی مشکله. و این براتون بگم ولی عملیه، یعنی اینجوری نیستش که نشه اتحاد کرد. ما خود در درون جبهه ملی ایران گروهایی بودن، افرادی بودن که خودشون متعلق به جبهه ملی میدونستن ولی یا ریشهشون از اونجا بود، ولی کن با هم همکاری نداشتن. ما اومدیم و حدود 2002 انقدرها در یکی از این شهرها شروع کردن، افراد جمع شدن، صحبت کردن و بر اساس اول از همه یه منشور نوشتیم، یعنی یه منشور درست شد که بر اساس اون منشور میخوایم کار بکنیم. اینا همش تو اینترنت هستش. بعد بر اساس اون منشور برنامه سیاسی تهیه شد، بر اساس اون منشور اساسنامه سازمان تهیه شد و الان این جمعی که من عضو هیئت اجراییشم در واقع داره فعالیت میکنه از 10 سال پیش تا کنون و خیلی هم به نظر من کاری که میکنه موفقه، اتمسفر بسیار سالمی هست در درونش و داریم کار میکنیم. یعنی اتحاد جایی ممکنه که پایه های فکری مشترکی وجود داشته باشه.
و این پایه‌های فکری ما چون همگی طرفدار مصدق هستیم و طرفدار راه مصدق، طرفدار نهضت ملی و طرفدار نهضت مشروطه هست بودیم و هستیم، این برای ما و راه جبهه ملی، این برای ما خب خیلی نسبتاً ساده بوده. با مشکل، یه مشکل دیگه هم داریم. یه عده‌ای میگن که آقا بیایم جمع شیم فقط برای سرنگونی رژیم. میپرسم این از شما جناب مهمنش، شما اشاره کردید، شما اشاره کردید به این که به هر حال بعضیا میرن و کمک از دولت های خارجی میگیرن. حالا من گفتم میگیرن، گفتم که گفتم ممکنه این باشه که بخوان فقط کمک از خارجی بگیرن، بعد از چند وقتم اون عبه میره، یعنی نمیمونه. بله، سوال من اینه که هدف به هر حال اگر که مشخصه، فرض کنیم که یک اپوزیسیون واقعی، یک اپوزیسیون مستقل هست، هدفش هم داره، میدونه که باید چه کار کنه، نقشه راه هم داره، به اصطلاح اون استراتژی هم داره، ولی پشوانه مالی نداره و یا پشوانه رسانه‌ای نداره. آیا به نظر شما گرفتن کمک، البته این اپوزیسیون، یک اپوزیسیون مستقل که واقعا ایرانگرا باشه و هدف دیگری نداشته باشه و حالا آمده به اصطلاح هدف آماده کرده، استراتژی هم داره ولی امکانات مالی نداره و شما میدونید که با این راهی که هست با دست خالی میسر نمیشه و چه بسا که به هر حال اگر برنامه ریزی درستی نباشه و پشوانه مالی نداشته باشه، ایده به خاک خون کشیده بشن و فرو بریزه. خب این امکانات مالی آیا خود ایرانی ها میدونن که تهیه کنن یا اینکه نه تحت شرایط خاصی میدونن از کمک های بین المللی استفاده کنن و از به اصطلاح رسانه، چه در امر رسانه و چه به اصطلاح کمک های مالی؟ نظر شما چیه؟ من به طور کلی معتقدم که اگر بناست ما بخوایم برای دموکراسی مبارزه بکنیم، این دموکراسی بدون پشتوانه مردمی نمیشه. و اگر که برای مردم ایران مبارزه میکنیم، باید کمک و پولش هم از همون مردم ایران بیاد. تا موقعی که این پول و این امکانات از طرف مردم به وجود نیامده، این یعنی این که ما درست کار نکردیم، یعنی ما هنوز موفق نشدیم که نظر مردم رو جلب بکنیم. برای اینکه این خطر وجود داره، شما اگر که بگین که آقا کمک خارجی هم بد نیست فلان، هر کی میتونه فردا فکر کنه که دیگه همه کاراشو کرده، پشتیبانی مردمی هم لازم نداره، میره حالا کمک رو میگیره. توجه میکنین؟ چون خیلی ساده افراد، میگم خیلی از افراد فقط اسمو میذارن، چیز مطرح میکنن، بعد برای اینکه کمکی برن بگیرن، این فایده نداره. و این نمیگم و این 100% درستش اینه که اگر یک گروه سیاسی داره فعالیت میکنه، از اعضایش بگیره کمک مالی، اگر از اعضایش نمیتونه بگیره از مردم بگیره و کسانی باشن که بهش از مردم ایران بهش کمک بکنن. هر نوع وابستگی بدون اینکه یک حزبی باشه که بتونه آزاد در ایران فعالیت کنه، هر گونه وابستگی به نظر من تو این شرایطی که ما هستیم و همه سعی میکنن که یک گروهی برای خودشون درست کنن در داخل ایران و به اصطلاح نقش بازی کنن تو سرنوشت ایران، کارش بسیار بسیار غلط. بله، ولی در واقع من خواستم اپوزیسیونی که مستقل، فرض کنید که یک اپوزیسیون تشکیل بشه از تمام گروه هایی که هستن، توافق بشه روی نیمه پر لیوان
نقشه آماده باشه، استراتژی آماده باشه، هدف آماده باشه و آماده باشن که به اصطلاح برای برداشتن قدم. این در کنار این قدمی که برداشته میشه امور مالی هم لازمه. شما میگید که مردم ایران خودشان باید این بودجه رو تهیه کنن، بسیار هم خوب و عالی، ولی بذاریم آقای زرقامی هم نظرشان بگن. بفرمایید آقای زرقامی. عرض کنم این دو جنبه داره خانم عزیز. ببینید، اول این که بنده بیام 5 تا 6 یا 10 تا نفر رو بکنم یک گروهی یا گروهی تشکیل بدم و بعد بدوام برم پیش هر دولت خارجی و بگم آقا من اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستم، پول بدید یا کمک بکنید تا من این رو سرنگون میکنم، اینا بازیست. ولی معذرت میخوام، اگر ما بتونیم این افرادی که خودشون رو ضد جمهوری اسلامی میدونن و میخوان سرنگون بشن، اگه بتونن با هم متحد بشن، اگه بتونن تشکلی به وجود بیارن، جنبشی به وجود بیارن، یک جبهه‌ای به وجود بیارن که درون ایران و خارج از ایران بتونه خودشون نشون بده که طرفدار داره. فردا ما میخواییم در واشنگتن تظاهرات بکنیم، 5,000 نفر رو بتونیم جمع بکنیم، پس فردا میخواییم در لندن 4,000 نفر رو جمع بکنیم. در ایران این برای اون بر ببینند مردم و ما ببینیم که طرفداران ما، البته اینو دارم میگم بگم بنده الان میگم درست شده بریم، اگر بتونیم به اونجا برسیم، اگر گفتیم تظاهر بکنید در فلان شهر، حداقل یه تعدادی از جمعیت مردم، اگه گفتیم آقا فردا از خونه بیرون نرید، بیرون نرن، اگه بگیم کارگاه ها رو تعطیل کنید، اعتصاب بکنن و نشون بدیم به هم، به خودمون، هم به جامعه ایران و هم به جهان که ما تبدیل شدیم به یک نیروی مخالف در مقابل جمهوری اسلامی. این هم هدفهای ماست و این هم کارنامه ماست. اون موقع اون تشکل این حق رو داره و باید هم بره به کشورهای دموکرات، احزاب دموکرات، چه در آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، بلژیک، آمریکا، هر جا که صلاح دانست، بگه که ما اینیم، هدف ما اینه، دموکراسی میخواییم، تروریسم رو نمیخواییم، حکومت سکولار میخواییم و کمک میخواییم. چه کمکی ما باید تعیین بکنیم. ولی این که بنده امروز بیام برم بگم که بنده گروهی هستم، تشکلی هستم یا حزبی هستم، به بنده پول بدید، این مشخصه که این کارها کار نیست. و اینها ببینید، ما شدیم خارج رو کردیم لولو خورخوره و یکی یکی از همدیگر رو از این میترسونیم که اگر نزدیک خارجی شوری رفتی یعنی وطن فروشی. آقا قربانتون بگردم، ما که بچه دیگه نیستیم. بذارید یه مثالی براتون بزنم. در دوران شاه ساواک شیراز بسیار قوی بود تو خیابون زند. ما دانشجوها یا مبارزین هر وقت تو خیابون زند میرفتیم، از اون طرف پیاده رو که ساواک این طرف بود را میرفتیم که نکنه خدای نکرده یکی دو تا سه تا از دوستان ما رو ببینن که از جلو ساواک رد شدیم، که شاید بگن آقا اونجا چه کار میکردیم. آقا دوستان، ما از این مراحل گذشتیم، ما اعتماد به خودمون داریم. موقع میگم ما، نه الان بنده، اون موقعی که اون تشکل، اون جبهه به وجود آمده، بنده آماده هستم اگر اون جبهه به من مأموریت بده، برو با آمریکا، با انگلیس، با این، با اون صحبت بکن، برای ما امکانات به وجود بیار، حق دارد و حق داریم که بریم و بخوایم. هیچ بنده اگر در این حد کسی بیا بگه که شما اونجا ایران فروشی کردید، پس قربان زندگی یعنی چی؟ شما چرا به هم اعتماد نداریم؟ چرا هم دیگر رو به عنوان انسان قبول نداریم؟ یکی از مسائلی که جناب میمنیش رو صحبت کردن، ببینید جناب میمنی،
بسیاری از حرفای شما درسته، ولی اینطوری که شما گفتید پس بعد اصلا تعطیل بکنیم بریم بکارم، هیچ کس نیست. هستن هزاران هزار ایرانی هستن در خارج و در ایران که نه جمهوری اسلامی رو میخوان، دموکراسی میخوان، عدالت اجتماعی میخوان، حقوقشون رو هم میخوان، جدایی دین از حکومت. برید بپرسید ببینید هزاران نفر رو شما پیدا میکنید که چیزا رو میخوان. ما این که نتونستیم اونا رو متحد بکنیم، چگونه است که شما یخه یک طرف رو میگید؟ اجازه هنوز ندادن من عرض کنم خدمتون که پیشنهاد ما چیه، بعدن حالا حالا یه سوالی من از هستانی میکنم. اگه کسی آمد تمام این اصولی که فرمودی قبول کرد، آقا من معتقدم که در ایران فردا باید فدرالیسم باشه، دلم میخواد فدرالیسم باشه، من میخواد فدرالیسم رو ببرم تو ایران به رأی مردم بذارم، شما حاضری باشن حرکت بکنید؟ اولین حرف شما این خواهد بود که میخواد ایران تجزیه بکنید. آقا بنده میگم حفظ تمامیت ارضی ایران حق دارم، همونطور که حق دارم عقاید لیبرالیسم خودم رو در اقتصاد برم به ملت بگم، حق دارم برم میگم آقا فدرال، حق دارم برم میگم عدم تمرکز قدرت که الان هم ما داریم میگیم در ایران فردا اگر عدم تمرکز قدرت نباشه، اگر حقوق اقوام ایرانی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر تأمین نشه، این چیزی که شما میفرمایید حفظ تمامیت ارضی ایران پاش در هواست. ملت ایران کرد هست، بلوچ هست، آذری هست، فارس هست، عرب خوزستانی هست، اصفهانی هست، نمیشه اینها رو بهشون گفت ساکت من برای شما بلدم چیکار بکنم. اجازه بدیم که آقای مهمنش صحبت کنن که به بقیه سوال ها هم برسیم. مرسی جناب زرقامی، بفرمید آقای مهمنش. والا این شما قبلا خودتون گفتین که تمامیت ارضی، من چیز جدید نگفتم. این شرط اتحاد نمیتونه فدرالیسم باشه، اینو همیشه ما گفتیم، منتها هر کسی میتونه نظری داشته باشه، میتونه نظرش رو بره تبلیغ کنه، ولی شرط اتحاد حفظ تمامیت ارضی ایرانه. اگه کسی بخواد به تمامیت ارضی ایران صدمه بزنه، بدیهیه که خب ما نمیتونیم باش اتحاد کنیم. تازه ایشون میتونه بره با کسان دیگه اتحاد کنه، ولی با ما نمیتونه اتحاد کنه. این در واقع اختلافات فدرالیسم یک بحثیه که جزء به اصطلاح میشه گفت اختلاف هاست، و اگر که قرار باشه که اپوزیسیون تشکیل بشه قرار سر اشتراکات باشه، و این را فردا کسانی که قبول دارن میرن و اونجا تبلیغ میکنن، و اگر که موفق شدن که اوکی، اگر موفق نشدن بازم اوکی. نه مسئله اینه که ما در منشورمون آوردیم که انتخابات از سطح ده تا سطح استان، یعنی انتخابات به اصطلاح هم شهردار هم دهدار هم اینا همه طرف توسط مردمه. وقتی که مردم بیان با رأی خودشون نماینده خودشون رو انتخاب کنن، خب بدیهیست میتونن منافع و خواسته های خودشون هم اونجا به پیش ببرن. دومین چیزی که هستش اینه که جبهه ملی ایران در اساسنامه‌ای که نوشته، در برنامه‌ای که نوشته، اصلا خواهان تشکیل یه مهستانی شده، یعنی از هر ایالت از هر استان چند نفر بیان و در کنار مجلس شورای ملی اینها قوانین رو بیان تصویب کنن، یا اینکه باید تایید کنن، یا به هر حال یه سری حقوقی دارن که میتونن تو سرنوشت کشور نقش بازی کنن. یعنی اینجوری نیستش که ما به این مسئله بی توجه باشیم و فقط دوستان خاصی، ولی با وجود این کسانی که دوستانی که معتقدن اصلا به نظر من فدرالیسم در ایران یعنی تجزیه ایران، ولی دوستانی ممکنه باشن که این نظرشون نباشه، اینا میتونن برن بعدن تو ایران یا همین حالا هر موقع میخوان نظرشون رو تبلیغ کنن، ولی این شرط به اصطلاح در اتحادی که ما اعتقاد داریم بهش باید صورت بگیره نمیتونه باشه، برای اینکه معتقدیم که در این اتحاد مسئله تمامیت ارضی یه نقش مهمی رو ایفا میکنه. اگه کسانی اعتقاد داشته باشن که باید یه بخشی از ایران کنده بشه برای یه جای دیگه،
مسلمه که نمیتونیم باشون اتحاد کنیم، ولی ما حاضریم، یعنی همون جوری هم که تا حالا جبهه ملی نشون داده، تا حالا نیروهای ملی نشون دادن، با تمام مردممون باید بالاخره بشینیم راه حل پیدا کنیم، مشکلات رو حل کنیم، ببینیم چه خواستهایی وجود داره و اونها رو آروم آروم پیش بریم. مسئله دیگری که میخواستم خدمتون عرض کنم و آقای زرقامی اشاره کردن باز دوره، ببینید اتحاد ما باید برای، وقتی که میگیم اتحاد برای سرنگونی، این یک مسئله بسیار بسیار ناجوریه. برای اینکه ما در زمان خمینی همه نیروهای سیاسی اومدن و گفتن که اتحاد برای سرنگونی. چه کسانی اومدن جزو اتحاد؟ چون معیار اتحاد سرنگونی بود، یک جریانی مثل خمینی هم اومد جزو اتحاد و بعد حکومت هم سرنگون کرد و بعد سیستم دیگری رو استوار کرد. یعنی ما با فقط با نیروهای دموکرات میتونیم اتحاد بکنیم. ما دیگه ما نمیتونیم با چیزی که از تجربه 57 سال 57 آموختیم، نمیتونیم بر سر سرنگونی یا غیره، ما بر سر دموکراسی میتونیم متحد بشیم. مسلمه که دموکراسی به معنای جایگزین کردن جمهوری اسلامیه. مسلمه که تا موقعی که دخالت دین در حکومت باشه دموکراسی نمیشه، ولی ما اینا رو باید برای مردممون روشن بکنیم و بگیم براشون که آقا این ایرادات اگر برطرف نشه، ما مملکت وضعش درست نمیشه. صد دفعه دیگه از این انتخابات بگذارن، انتخابات ها بگذارن، یک کسی بیاد مثل آقای روحانی و غیره یک کارهای کوچیکی هم بتونه انجام بده، کارهای اصلی مملکت مونده. مشکلی که میگم این تفرقه فکری که به وجود اومده برای اینه که قدغن کردن برای آدم ها که به مسئله اصلی که همون ولی فقیه، حاکمیت ولی فقیه اصلا فکر کنن، اصلا اینو میذارن کنار. ده صد تا مسئله مختلف از نظر اقتصاد، از نظر محیط زیست، از نظر فساد فلان فلان به وجود اومده، عوض این که این مسائل رو تشخیص بدن که این مسائل به مسئله فرم حکومت و ولی فقیه مربوط میشه و فرم حکومت اسلامی مربوط میشه و محتوای حکومت اسلامی مربوط میشه، دیگه به اون فکر نمی کنن، میپردازن به جزئیات. شما برین الان صحبت کردن با سه نفر از آدم های اصلاح طلب در گروه های مختلف در جمهوری اسلامی، ببینید چقدر بروشوی فکری وجود داره در میان اینا. چرا؟ چون به مسئله اساسی نمیتونن فکر کنن و فکر نمی کنن. مشکل اینجاست و این تا موقعی که حل نشه و مردم نتونن حرف واقعیشون رو بزنن، ما این مشکلات خواهیم داشت. منتها من همونجوری که آقای زرقامی هم گفتن، منم معتقدم که گروه های بسیار زیادی وجود دارن طرفدار دموکراسی هن و اتفاقا یکی از پیشنهاداتی که ما میخواییم در این سمینار هفته آینده در کلم بکنیم درست همین هست که یک کمیسیونی درست بشه. این کمیسیون بیاد از هر گروهی یکی دو نفر بره تو شرکت بکنه و این کمیسیون کارهای اپوزیسیون دموکرات رو، توجه که دموکرات خیلی مهمه، اپوزیسیون دموکرات رو سعی کنه که هماهنگ کنه و بعد پیشنهاداتی هم ارائه بده برای اتحاد بیشتر. جناب مهمن، شما به انقلاب سال 57 اشاره کردید و گفتید که ما نباید دوباره این اشتباه انجام بدیم، ولی شما یک چیزی در نظر نمیگیرید که اون سال 57 بود و الان زمان دیگری است. یعنی فاکتور زمان هم باید در نظر گرفت و به اصطلاح شعور جامعه و خرد جمعی در سال 57 متفاوته با امروز. و اینکه از شما میپرسم که اصول پایه‌ای برای تفاهم و اتحاد و به اصطلاح ائتلاف را در اپوزیسیون شما که عضوی از جبهه ملی ایرانیان هستید چه میدانید؟ بفرمایید.
ببینید مسئله درسته که زمان تفاوت کرده و مردم خیلی آگاه تر شدن، این هست، منتها هنوز هم خیلی از مردم را آگاه هم و دنبال راه های اشتباهی میرن و این نمیتونیم روی این که چون مردم آگاه شدن و تمام مسائل حل. شما در خود همین آلمان، در همین اروپا، اگر که یک آدمایی بیان در ایتالیا میبینید که به محض اینکه یه نفر میاد و یک مسئله رو مطرح میکنه ممکنه مردم بدون دنبالش. بنابراین شما به سهم ما، به سهم خودمون نباید کمک بکنیم که آدمایی بیان که پوپولیست باشن، آدمایی بیان که دنبال گرفتن قدرت هستن، راه رو براشون اینجوری باز کنیم. موقعی که هدف دموکراسی باشه و نیروهای دموکرات که واقعا دموکراتن، متحدین باشن، متحد هم دیگه باشن، اون موقع خطر این جریان به مراتب کمتره که نیروهای پوپولیستی، نیروهایی که میخوان دیکتاتوری خودشونو فقط استوار بکنن بیان روی کار. بنابراین آنچه که من معتقدم باید هدف یک اپوزیسیون باشه مسئله دموکراسی با تمام تعلقاتش، یعنی آزادی، مسئله رعایت حقوق انسانی و شهروندی و غیره و غیره، و این و همچنین به نظر ما تمامیت ارضی. این مسئله هستش و این نکاتیه که باید، ضمن این که ما معتقدیم که باید به طور استانی همونجور که عرض کردم میتونه آدم اینا رو بحث کنه، اینا دیگه نظرات خاصه که انتخابات البته باید باشه در سطح ده تا استان و به اصطلاح فکر میکنم اگر در ایران دموکراسی بیاد بسیاری از مسائل قومی و غیرم حل میشه، به خصوص اینکه یک زمینه بسیار مناسبی پیدا میشه برای صحبت کردن، دیالوگ کردن و یافتن راههایی که بتونه آدم مشکلات مردم رو حل بکنه. بس در واقع شما پایه‌ترین اصول که برای عبور از جمهوری اسلامی در نظر دارید دموکراسی با مشتقاتش هستش. نه. بسیار عالی. جناب زرقامی، شما فاکتور زمانی که الان صحبتش رفته چطوری در واقع بررسی می‌کنید و اصول پایه‌ای که برای تفاهم و ائتلاف بین اپوزیسیون تشخیص میدید کدام ها هستن؟ بفرمایید. اول من میخواستم از آقای میمنی استدلال کنم که میفهمند نیروهای واقعا دموکرات، یعنی برای مثال از هر کس باید بریم یک نامه بگیریم، بعد چند تا وکیل و وزیر و رئیس دادگاه اینو مور بکنن که مثلا بنده دموکرات هم دروغ نمیگم. آقا قربان دارم، اگه بنده حتی اجازه میدین توضیح بدم؟ بفرمایید. ببینید منظورم این واقعا دموکرات، قبلا گفتم یه عده هستن میگن ما دموکراتیم ولیکن عملشون با رفتار به اون چیزی که میگن نمیخونه. میگه من مثلا طرفدار رژیم گذشتم ولی دموکراتم. خب این نمیخونه. میگه من طرفدار خمینیم ولی دموکراتم هستم. خب نمیتونید شما این میخواین این قبول نداری، این واقعی نیست. حالا من نمیخوام بگم من اینجا به اصطلاح یا مرجعی داریم که میتونه تشخیص بده کی دموکرات کی نیست، ولی به هر حال یه معیارهایی هستش، یعنی باید ببینیم که اینجوری نیست که یکی بیاد بگه آقا بنده از امروز دموکراتم و مسائل حل شد. خیلی از نیروها سالها برای دموکراسی مبارزه کردن، بودن، شما دوستان دیگه، اینا همه خب معلومه، اینا رو آدم میدونه، یعنی میشناسه. اینجوری نیستش که ما الان یهویی از بوته بچه‌ها در بیان یا کسان دیگه، ولی که نیروهایی که فقط میگن دموکراتیم ولی کارهای دیگه میکنن، خب این نمیتونی، اون جمع باید انقدر هوشیار باشه که بگه آقا ما قبول نداریم، نه اینکه من، بلکه اون جمعی که میخواد فعالیت بکنه. در واقع یک تعریف مشخص از دموکراسی تعریف بشه، چون هر کس، فرد یا گروهی ممکنه که دموکراسی با مفاهیمی که خودش دوست داره تعریف کنه، ولی در اون اپوزیسیونی که اگر که امیدواریم تشکیل بشه باید این دموکراسی یک تعریفی
در واقع از دموکراسی یک تعریفی بشه که تمام اون اعضا در واقع سر اون تفاهم کنن. بفرمایید جناب زرقامی، بفرمایید ادامه بدید. سلام خانم، ببخشید من که اول خدمتتون عرض کردم دموکراسی که من از خودم در میارم که اون دموکراسی مشخص اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمام جزئیات چه بر سازمان ملل تو همین اینترنت هم بزنید روشنه. اینی که یک عده کلاش پیدا شدن امروز میشن دموکرات، فردا میشن مستبد، پس فردا میشن فلان، همه اینا همدیگر رو میشناسن. جناب میمنیش هم از بنده همه اینا رو بهتر میشناسن. صدها هزاران و صدها هزار انسان دموکرات هست که در عمل خودشو نشون داره. دموکرات سه معیار ما میتونیم بذاریم. یکی این که ببینید ما نمیتونیم چک و سفته بکشیم که آقا بنده دموکرات هم انسان. درست گذشته آقایون مطرح است، ولی الان اگر سازمان من بنده مجاهد نبوده و نیستم و نخواهم شد، این رو خدمت رو بسیار هم مخالفت دارم باشون، هیچ وقت هم باشون وارد صحبت و مذاکرم نشده، ولی اگر الان مجاهدی برای مثال من کار ندارم بیاد بگه آقا بنده به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌هاش اعتقاد پیدا کردم، انسان آقا انسان قابل بود تغییر، ما همه تغییر روزانه تغییر میکنه تفکراتمون، همه چیز رو همگان ندانند و همگان از مادر نزادند. شما نمیتونید بگید که دیگه دیروز بنده یک خانی بودم در فارس سوار اسب میشدم و سیبیلهایم رو تکون میدادم، امروز من حق ندارم بگم دموکراتم. آقا قربان من 38-9 سال اینجا هستم، 10 سال قبل از اونم تو انگلیس درس میخوندم، کی میگه نمیتونم؟ منم قابلیتم، همونطوری که بسیاری از دموکرات ها رفتن شدن مستبد و آدم کش. ولی معیار ما داریم. ببینید فردا عرض کردم اگه مجاهدی بیاد بگه تمام اصول حفظ تمامیت ارضی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر، دیگر اندیش، تمام اینا رو قبول داریم، سکولاریسم نمیخوایم، حکومت مذهبی برقرار بکنیم، مذهب در سیاست نباید دخالت بکنه، آیا دوباره بهشون میگیم چون رفتی فلان کار کردی غلط کردی برو فکره؟ من که نمیگم بهش. آقا قربانت برم، ما باید بیاید ببینید من همه کاره نیستم، این رو باید قبول بکنم، من نمیتونم معیار بذارم، باید با هم بگید بنشینیم معیار بذاریم و دستای همه هم برای هم رو شده تو این دوران، اون حق بازهاش دستشون رو شده، اون غیر دموکرات ها دستشون رو شده، مستبدین دستشون رو شده، هزاران هزار هستن که واقعا دموکرات. چرا نمیریم نمال اونا؟ چرا با اونا وارد مذاکره و صحبت نمیشیم؟ من که نمیگم آقا چشا رو ببندیم هر کس که آمد مثل گله وارد استابل بکنیم، بنده هم چیزی نمیگم، ولی میگم باید معیارهای همون دموکراتیکی بذاریم برای این کار، نه اینکه بگیم آقا سابقه تو این بوده که پدرت بنده سلطنت طلب هم نیستم، ولی اصلا اعتقاد ندارم که آقا شازده رضا، من همیشه بهش میگم شازده، بعضی ها میگن رضا، من میگم آقا بابا شاه بوده، چه من بخوام چه نخوام، بنده هم 7 سال تو رژیم پدر ایشون زندان بوده، شکنجه هم شدم آقا، ولی من نمیام بگم که رضا پهلوی داره دروغ میگه. اگر گفت دموکراتم این اصول رو قبول دارم، اینی که اگه میخوام شاهم بشم فردا تو ایران، میخوام شاه دموکراتی باشم و مردم بیان رأی بدن، میگم حقته. فردا در کمال دموکراسی در بعد از سقوط جمهوری اسلامی شما رو بگو آقا سلطنت مشروطه رأی بدن، منم میرم میگم به جمهوری، دوتا اون حقمون هست، بریم با هم. اینجا اختلاف نظر داریم، ولی مسئله اینه که فرصت اینه که فرمودید ببینید آقا ما میگیم تمام این هرم جمهوری اسلامی از سرش که ولایت فقیه تا پاش باید سرنگون بشه، از ایران، از سیاست و جامعه ایران زدوده بشه. حالا شما یه صحبتای کردی که منم گیج کردید. آقا اگه بنده میگم کل نظام اسلامی باید سرنگون بشه، باید حذف بشه، ما با یه دوستان شما آقای مهمنش پی ملی صحبت میکردیم، آمدن گفتن آقا ما مسالمت آقایست، گفتم آقا ما که همیشه
آرزومون مسالمته، ولی گفتم اگر تعرضی شد، اگر کار به خشونت کشید، ما نیستیم. گفتیم آقا نگیدی حرفو، دشمن ما که جمهوری اسلامی فردا شمشیری برمیداره میگه میکشم، یعنی آقا برید خونهاتون. ما میگیم اگه کشتی سپر میگیریم دستمون. ما میگیم اگه ما خواهان ریختن خون از دماغ یک انسان هم نیستیم، حتی پاسدار، ولی اگر تو سر من زدم، منم محکم میزنم تو گوشش، راه پیدا میکنم که چگونه مقاومت بکنم. و اگه لازم شد شما کجا کمک میگیریم؟ کجا کمک میگیرم؟ ملت ایران قربان. ولی اگه فردا لازم شد، اگه لازم شد، در واقع باید دفاع کرد، خشونت نطلبید، ولی در برابر اینکه سیلی، برای اینکه خیلی از گروه ها میگن ما دفاع کردیم، بعد اون وقت مسئله خشونت دوباره میاد. این خیلی بحث مفصلیه، اجازه بدین یه دفعه دیگه صحبت کنیم، چون به این سادگی نیست و این رو چندین بار میسپاریم به برنامه بعد. حالا بذار تا قربان بریم اونجا، اگه خشونت نکرد که وبه ها و با شما یکی هست، نه بعضی نیروها هم خشونت کرد، اون وقت میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم که آقا این خشونت رو چگونه جواب بدیم، یا بریم تو سوراخ قایم میشیم، یا بایشیم بگیم آقا ما هم سینه سپر بکنیم. آقا مبارزه در واقع آقای زرقامی عزیز، شما در اینجا با گفتهات هم به فاکتور زمان در واقع توجه داشتید، یعنی اینکه اگر فرض کنید کسی در گذشته دموکرات نبود یا سوادش نداشت یا شرایطش نداشت، الان این شرایط داره، ما باید این طرف را با چوبی که قبلا می‌زدیم نزنیم. و واقعیت اینه که برای اینکه این جمع تشکیل بشه، باید یک مقدار از این در واقع یک مقدار صرف نظر کرد، قبول کرد، و تا بشود اون من به ما در واقع تبدیل بشه، وگرنه اگر که بخوایم ریز بشیم و به اصطلاح نشانه بگیریم و بگیم که در گذشته این کار شد یا چیز، این تشکل دوباره تشکیل نخواهد شد و در واقع دوباره سر اختلاف ها مکس خواهد شد و اشتراکات در واقع زیاد خودش نشان نخواهد داد. و توجه داشته باشیم که اگر چنین کاری بشه و زمان از دست بدیم در این اختلافات، از اون طرف باید نگاه کنیم که هر آن ممکنه که هر بلایی سر ایران بیاد، و اینجاست که در واقع ما باید یک ذره درد به جان بخریم، رنج به جان بخریم و بیایم و سر اشتراکات پایه‌ای در واقع تا آنجایی که ممکنه تفاهم کنیم و ائتلاف کنیم. این چون وقت برنامه تمام شد و حرفای بسیار خوب شما دوستان گرامی، سروران عزیز، ناتمام ماند، من از هر دوی شما دعوت می کنم که در برنامه هفته آینده دعوت من را از همینجا قبول کنید و بحث را در هفته بعد ادامه می دهید. بسیار سپاسگزارم جناب بهبهانی گرامی به خاطر زحمتی که می کشید و برنامه را کارگردانی فنی می کنید، و از شما بینندگان گرامی تلویزیون میهن بسیار سپاسگزارم که با توجه و هر حال به برنامه ما دارید. بدرود می گویم تا درود دیگر و برنامه دیگر. شب شما خوش. موفق باشید.